امروز سرنوشت 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران رقم خواهد خورد. نامزدهای این دوره با تمام ظرفیت تلاش کردند تا انتخابات را به سود خود رقم بزنند. اما رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 11م در حال به آخرین روز خود رسید که شاید برای اولین بار در ایران موضوعات اقتصادی مهمترین دغدغه اکثریت قاطع رای دهندگان و کاندیداهای مختلف باشد. انتظارات مردم از این انتخابات چیست؟ آیا مردم دنبال چهره‌ای مطرح هستند یا اختلاف نظر میان آنها موج میزنند؟ و حرف آخر این که آیا رئیس جمهوری آینده توان مقابله با این همه مشکلات را خواهد داشت؟ همه این مسائل را در برنامه امروز با آقایان احمد بیزاد، عضو مجلس نمایندگان، آقای مسعود ترشتوال، استاد دانشگاه، آقای شاه حسین مرتضوی، روزنامه‌نگار و آقای حسینی مزاری، رئیس عمومی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تیبان دنبال خواهیم کرد. اما پیش از ورود به بس کلیپ از علی خامنه‌ای رهبر ایران آماده نشده است. اخیراً شنیدم که از شورای امنیت ملی آمریکا کسی گفته که ما این انتخابات ایران قبول نداریم. خب به درک که قبول نداریم. ملت عزیز ما هم با شوق و انگیزه وارد بشن، بدانند که سرنوشت کشور دست اونهاست. سلام مجدد. خب همانطور گفتیم لحظه به لحظه آنچه در دنیای وب اتفاق میافتد ما آن را با شما در جریان خواهیم گذاشت. من همینطور سر زدم به مهمترین وبسایت هایی که لحظه به لحظه آنچه در ایران اتفاق میافتد با شما دنبال کنیم. وبسایت رادیو فردا مهمترین خبر را که برش اشاره کرده ای است که سایت حسن روحانی فیلتر شده. حسن روحانی میدونید که یکی از مهمترین کاندیداها در این انتخابات است. حتی در نظر سنجی که در وبسایت آیبوز آمده گفته که روحانی تاکنون 38%، قالیباف 24.6%، رضایی 13.7%، جلیلی 12.6%، ولایتی 9.7% و غرضی 1.4% رای گرفته. خب این البته یک نظرسنجی ابتدایی است که گفته می شود احتمالاً چون این رویداد شاید پس از انتخابات هم مشهود باشد. اما نکته جالب اینجاست که چگونه سایت حسن روحانی فیلتر بشه. یکی از کسایی که در نظرسنجی وبسایت آیبوز بیشترین آرا را تا کنون به خودش اختصاص داده است. و نکته دیگر هم که وبسایت رادیو فردا با آن پرداخته و خیلی خبرساز است، گفته آیت الله خامنه‌ای رای خود را به صندوق می اندازد. یعنی 14:25 که لحظات پیش این کار صورت گرفته است. همین گونه وبسایت دویچه ولی هم به موضوعات بسیار مهم پرداخته که گفته می شود احتمالاً از موضوعات اساسی است. که یکی از اون موضوعات این است که گفته زمان رایگیری تمدید می شود، چون خیلی سر و صدا برپا شده بود که اگر این انتخابات به اون زمانی که برش تعیین کردن برگزار نشود چه خواهد شد. خب حالا مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران اعلام کرده در داخل حتما زمان رایگیری تمدید میشه. و نکته دیگر را که اضافه کرده گفته بود در خارج از کشور هر جا لازم باشد نیست تمدید میکنیم. این هم میتونه از موضوعات خیلی مهم باشه. همین گونه بحثی که پیش از انتخابات سر و صدا برپا کرده بود اینکه فضای رسانه ها خیلی قید و بسته است، اما رسما وبسایت رادیو فردا گفته که 450 خبرنگار خارجی در حال پوشش انتخابات هستند که به نوع خودش میتونه یکی از مهمترین حرف ها بر جامعه بین الملل باشه. گفته بود اینجا در ایران در جریان انتخابات فضا خیلی بسته خواهد بود برای رسانه ها. اما جزئیاتش این است که محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی ایران گفته است که در ایران برای پوشش خبری انتخابات 205 خبرنگار و تصویربردار از خارج به ایران آمدند. 250 خبرنگار رقم خیلی درشت است که آنها بتونن حالا آنچی در جریان انتخابات در ایران شکل میگیره به بیرون بازتاب بتن. و تعداد خبرنگاران داخلی برای پوشش انتخابات را بیش از 2000 نفر اعلام کرد که حالا بتانن بر جهانیان چیزهایی که در عالم واقعی در انتخابات رخ میدهد شریک بسازن. و یک نکته دیگر که علی لاریجانی خواستار تاثیرگذاری مردم بر مسائل بین المللی شد. تاثیرگذاری مردم از مهمترین رویدادها بود. شما پیش از انتخابات هم شنیدید که علی خامنه ای رهبر ایران گفت در چنین مقطع زمانی حضور حداکثری مردم
از هر چیز دیگر بر ایران مهم است. اما فراموش نکنیم که به یک از نکات دیگیم که اشاره کردین بود که حالا ممکن است بعضی از کسا در ایران با نظام در تضاد باشند یا در مخالفت با او باشند، اما حداقل بین به خاطر کشورشان رای بده. در اینجا هم علی لاریجانی گفته که باید تاثیرگذاری بر مسائل بین‌المللی باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی پس انداختن رای خود به صندوق شماره 24 در مسجد امام عسکری گفت این انتخابات با انتخابات فردی اصلاح باید باعث تغییرات درونی در کشور شود. یک نکته دیگه هم که باید رویش توجه بکنیم و یک مقدار روشنی باید بندازیم این است که این انتخابات ایران بر مردم و به خاطر فردای ایران بی‌نهایت مهم و سرنوشت ساز است، چون مسائل خیلی مهمه، از بیکاری و تورم لجام گسیخته تا این بازار پرتلاطم ارز در ایران خبرساز شده و این موارد مهم با انتخابات ایران گره خورده است. حال اگر ایران بتونه پس از این که صفحه تازه براخش باز میشه حداقل نرمشی بخصوص در سیاست خارجی خودش نشان بده، این است که میتونه حداقل از این دست به گریبان بودن با اقتصاد ورشکسته خودش کم گام به جلوتر بگذارد. این از موارد دیگه بود که حالا رویش اشاره شده است. و همچنان انتقاد مدیر عامل خبرگزاری فارس از فیلتر شدن سایت فردا. قبل از اینکه در مورد سایت فردا باید بگیم، دیشب شرکت گوگل خبر را بس ام کاربران خودش رساند که در ایران ده ها هزار کاربر حالا به صورت از اینکه میخواستن هک بکنن کامپیوترهایشان، مردم به خاطر این کار سر صدا بلند کردن. گوگل هم رسما اعلام کرد که این کار گره بسیار و پل نزدیک با انتخابات ایران دارد که حداقل دانسته شود که کاربرا در چه وضعیت به سر میبرد. همین گونه در سایت وی او ای دری همچنان به تیتری که جنجال انتخابات ریاست جمهوری ایران، در باب جنجال ریاست جمهوری ایران پیش از اینکه به این بپردازیم چند نکته از اولویت هاست که باید برش اشاره بکنیم. انتخابات ایران در چند جهت حساس است. یکی این که بعضی ها تصور میکنن که شاید انتخابات ایران مهندسی شده و از قبل نتایجش معلوم باشه. این بدین معناست که ما دو جبهه متفاوت داریم، یکی اصولگرایان هست و دیگرم اصلاح طلبان. این بار تنها نوبتی است که اصلاح طلبان تانستن حداقل صدای خودشان و نوع فکرشان منسجم پیش ببرند و از این خاطر حراس در دل اصولگرایان پیدا شده که نشود ائتلاف نکردن و اجماع اینها باعث پیروزی اصلاح طلبان شود. حالی که وی او ای دری چی گفته؟ گفته در حالی که مردم ایران بر روز جمعه پای صندوق‌های رای می روند تا رئیس جمهوری بعدی کشورشان را انتخاب کنند، فعالان حقوق بشر نگران هستند از اینکه نیروهای امنیتی آن کشور به احتمال زیاد در تلاش سرکوب کردن مخالفانند. سرکوب کردن مخالفان در ایران از نکات خیلی برازنده و مهم است، چنانچه در انتخابات 88 شما شاهد بودین پس از اینکه مردم نتونستن به امیال آرزوهای بلند خودشان برسن به جاده ها ریختند و سر و صدا برپا کردن، هرچند که از طرف دولت ایران گفته شد که تعداد از مردم که افراطیون یا حداقل کسانی که ایده های غرب دارن این گونه مسائل برپا کردن. سلام و درود بر شما. با برنامه ویژه پوشش انتخابات ریاست جمهوری ایران با من عنایت مدرس خوش آمدید. آقای بهزاد، بگذارید نخستین سال را از شما بپرسم، وجه تمایز این انتخابات با انتخابات پیشین ایران چه بوده؟ اینکه می‌دانیم این انتخابات از اهمیت و جایگاه بسیار بلند برخوردار است، در سطح جهانی چشم‌های فراوان به این انتخابات دوخته شده است و همچنان از بیکاری تا تورم لجام گسیخته از موارد خیلی مهم این انتخابات است. واقعا این انتخابات میتواند اینقدر کوله بار سنگین با خودش حمل بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات 11 ریاست جمهوری ایران از جهات مختلف دارای حساسیت های قابل توجه هم در سطح منطقه و هم در سطح معادلات سیاسی خود ایرانی ها و هم میتونیم بگوییم در سطح جهان هست. بله. ببینید، آنچه که این انتخابات را از انتخابات های گذشته ایران متمایز میسازه، واقع شدن انتخابات بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، یعنی انتخابات سال 88
که بعد از او ما شاهد ناآرامی های بسیار گسترده در ایران بودیم و مسئله تقلب انتخاباتی که توسط دو نامزد اصلاح طلب مطرح شد و بعد از او حبس تعداد زیادی از فعالین سیاسی اصلاح طلب در ایران و زندانی شدن خانگی آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات سال 88. بینندگان عزیز، بانو سهیلا کلامی دانشجو از ایران پای خط تلفن هستند. بانو کلامی سلام بر شما. سلام علیکم. برمان از حال هوای انتخابات در ایران بگویید که وضع در انتخابات چگونه است در ایران، شما که از نزدیک شاهد هستین. بله بسیار پرشور، یعنی چند تا حوزه من رفتم که رأی بدم، انقدر شلوغ بود که انقدر گشتم که جای پیدا کنم که زمان کمتری در صف بایستم. و نه تنها امروز، روزهای قبل هم در جامعه شور و نشاط افتاده برای اینکه مردم بتونن انتخاب کنن و تلاش میکنن که بهترین ها رو بفرستن برای این امر خطیر ریاست جمهوری. بفرمایید، شما به عنوان شهروند ایران دقیقاً از این انتخابات چه انتظارات دارین؟ فکر میکنید حالا که پیشتر هم ما در بحث گفتیم مسائل مهم و حیاتی با این انتخابات ایران گره خورده است، بحث بیکاری، بحث تحریم‌ها و حتی در داخل خود ایران و مشکلات با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، فکر میکنید این انتخابات بتونه صفحه تازه‌ای را برای ملت ایران باز بکنه؟ ما همه امیدواریم که امسال بنا به گفته رهبری، حماسه سیاسی که امروز آفریده شد مردم خلق کردند و حماسه اقتصادی هم با دولت جدیدمون و حمایت مردم و نظارت رهبری و این حماسه اقتصادی هم انشاءالله محقق میشه. بگذارید یک نکته دیگرم بپرسم که به عنوان یک تصویر مجهول در ذهن خیلی ها است. واقعا مردم پای صندوق های رای می روند، فکر می کنند که انتخابات بر اون وفق مرادشان نتایجش ببار خواهد آمد؟ ببینید اگر که اینجور نبود که این همه با نشاط استقبال نمی کردن. من خودم با چشمای خودم شاهد هستم که در حوزه مردم توی صفها می ایستن شناسنامه به دست که رای بدن. خب چطور شما فکر میکنید که مردم امید نداشته باشن به اینکه این انتخابات تأثیر داره در زندگیشون، در حیات سیاسیشون و اینجور با استقبال و پرشور از اون استقبال کنن؟ یک نکته دیگر در انتخابات که تحریم های اقتصادی، القاعات مسموم نتونست به مردم ما اثر بذاره، این استقبال پرشور از این انتخابات فکر میکنید چی هستش؟ این جز اینه که مردم دارن میگن که ما نظاممونو، کشورمونو، رهبریمونو دوست داریم، بهش اعتقاد داریم. یک نکته دیگر هم میخوایم حداقل به عنوان پل ارتباطی میان انتخاباتی که در 88 برگزار شده بود و انتخابات امروز، وجه تمایز میان این انتخابات چی است؟ اون دوره هم مردم رفتن پای صندوق‌های رای و اینطوری که شما میگویید با شور و نشاط فراوان، اما پس از انتخابات یا به بار دیگر پس از انتخابات ما تبعات فراوان را شاهد بودیم. فکر میکنید این بار وجه تمایز انتخابات با 88 چی است؟ ببینید حالا در اون دوره در واقع یه مقداری شاید بیقانونی شد، یه مقدار شاید اگر کسی اعتراضی داشت در لوای قانون باید اعتراضش رو میکرد. ما حتی در قانون اساسی خودمون یه اصل داریم به نام اصل نهم که خب نمیشه که از آزادی اینجور استفاده بشه که به استقلال و تمامیت کشور، تمامیت ارضی کشور خدشه وارد شه. شاید اگه راه‌های قانونی اون موقع هم با اثری راه‌های قانونی مردم جلو می‌رفتن و یا رهبرانی که اونا رو هدایت کردن به نتیجه بهتری می‌رسیدن. حالا این بار از تیپ‌های مختلف باز دوباره توی کاندیداها موجود بود، وجود داشت تیپ‌های مختلف و مردم هم رفتن رأی دادن و ما واقعا نشون دادن که یک شعور سیاسی مردم دارن. سپاسگزار از شما بانو کلامی. آقای بیزاد، شما شنیدید حرفای یک شهروند ایرانی را که از شور نشاط گفت، اینکه مردم واقعا رفتن با اشتیاق پای صندوق‌های رأی، واقعا چون این شرایط در ایران هست؟ ببینید با
با توجه به نگرانی هایی که وجود داشت قبل از روز چهارشنبه شاهد چندان رونقی در مبارزات انتخاباتی نبودیم. ما خودم تعقیب میکنم از طریق سایت ها و رسانه های مختلف که گزارش داخل ایران را گزارش های داخل ایران را منعکس میکنن، ما شاهد خیلی شور و رونق نبودیم، اما از روز چهارشنبه یعنی آخرین روز کمپاین ها با کنار رفتن آقای عارف یکی از دو نامزد اصلاح طلبان و اجماع اصلاح طلبان روی آقای حسن روحانی که نامزد مشترک میان روها و اصلاح طلبان هست، به یک باره فضای انتخاباتی در ایران جان گرفت و حتی کسانی که دم از تحریم میزدن اینها هم در دقیقه 90 بهتر است بگوییم اینها هم راضی شدند که به انتخابات حضور پیدا بکنند و از اصلاح طلبان و بخش‌های ناراضی جامعه ایران خواستند که برای پایان دادن به سیاست‌های موجود پای صندوق‌های رأی بیاند. در کنار یک نکته هم در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران بود که ایشان برای اولین بار از مخالفین نظام دعوت کرد که بیایند پای صندوق‌های رأی. حالا یک نکته دیگر هم می‌خوام بپرسم در مورد همین که حالا از مقام رهبری اعلامی صادر میشه که ممکن هست بعضی از افراد در تضاد با نظام اسلامی نه. باشد، اما اگر حتی شده به خاطر کشورشان به این رای بتن، سوالی که مطرح میشه این است که آیا پس از انتخابات هم همین طبقه مردمی که حالا در تضاد با نظام هستند دوباره فراخوانده میشن تا بتونن در عرصه‌های مختلف زندگی در ایران سهم خودشان را داشته باشن؟ مشکل مناسبات سیاسی در ایران در همین نکته است. کسانی که زیاد علاقمند حضور هم در انتخابات نبودن، اینها هم حرفشان همین بود که اولا چه تضمینی وجود داره که آن رأی که ما به صندوق میاندازیم همان از صندوق براید و خوانده شود. یک موضوع بود. دیدگاه خودتان چی است مشخص در همین مورد؟ ببینید والا مشکل هست که مسائل سیاسی ایران را با توجه به پیچیدگی هایی که هم در خود ایران هست و هم در مناسبات ایران با جامعه جهانی به وجود آمده، ما دقیق بتانیم ریشیابی بکنیم، بتانیم یک تصویر دقیقی را ارائه بکنیم. اما با توجه به اینکه حکومت ایران بسیار تحت فشار هست و هم برنامه های اقتصادی محافظه‌کاران یا اصولگرایان با شکست مواجه شده و سیاست هایشان با تحریم های وسیع جامعه جهانی مواجه شده و چنانچه که حتی ایران در آستانه یک جنگ قرار داده، شاید مجموعه های در داخل نظام ایران به نتیجه رسیده باشند که فضا بدن و در یک پروسیجر آرام و مسالمت آمیز یک نوع دگرگونی و تغییر را ما در سیاست های دولت بعدی ایران شاهد باشیم. سپاسگزار آقای بهزاد. برمیگردیم آقای مزاری، میخواییم بپرسم شما سخنان شهروند از ایران شنیدین که از شور نشاط یاد کردن و حرفای آقای بهزاد که دشوار هست پیش از وقت حالا پیشداری بکنیم که واقعا انتخابات آنطور برگزار میشه که مردم میخواه یا حداقل مهندسی در کار انتخابات هست. حالا اگر شما نگاه خودتان مشخصتر اهمیت و جایگاه این انتخابات و پس از انتخابات چه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا انتخابات جمهوری اسلامی نقش اساسی هم در خود ایران داره، هم در منطقه و هم در دنیا. در خود ایران نقش اساسی داره به خاطر که هر مقداری که مشارکت مردم بره بالا، به همون میزان نظام جمهوری اسلامی ایران از گزند هر گونه آفات بیرونی و داخلی مسئولیت پیدا میکنه و رهبر جمهوری اسلامی ایران هم که صحبت فرمودن و همینطور سایر مقامات ایران، نگاهشان عطف به همین موضوع است که به هر حال حضور مردم در صحنه پرشور شود، که اتفاقا در این انتخابات البته مثل انتخابات قبل حضور جدی است، پرشور هست. منتها یک تفاوت بین این انتخابات با انتخابات قبل وجود داره که در انتخابات قبل بحث تحریم مطرح بود و شخصیت‌های اصلاح طلب سعیشان بری بود که در انتخابات حاضر نشه و در آخرین مرحله آقای خاتمی در یک شهر دیگر رفت رای داد، ولی در این انتخابات حتی همونایی که در گذشته انتخابات ایران تحریم کرده بودند فعلا حضور جدی دارند. یعنی میخوام اینو بپرسم آقای مزاری که واقعا تنها سیل مردم و حضور پررنگشان در انتخابات میتونه اون
حاشیه هایی که به انتخابات گری خورده حل کنن، طوری که رهبری میگه که در جستجوی خلق حماسه سیاسی هستیم، حتی اگر در سیاست خارجی خودش نرمش نشان نده، تنها حضور مردم میتونه گره گشای این همه مشکلات باشه؟ ببین، اصل در یک نظام حضور مردم است و به خصوص در جمهوری اسلامی ایران ثابت شده که مردم در طول 34 سال گذشته تا حالا از پشتوانه های بسیار قوی و مستحکم نظام بوده و تا هنوز هم که این نظام نگه داشته در برابر همه تهدیدها حضور جدی مردم بوده. بعضی از کارشناسا یا اشخاص گاهی با وجود برخی از اعتراضات در گوشه و کنار ایران فریب میخورن. اتفاقا شما اگر گاهی در داخل ایران تشریف برده باشی، همو آدمایی که گاهی مثلا دولت فحش میده و نظام با حرفای رکیک از اشیات میکنه، بحث تظاهرات و حضور در صحنه که میشه، همین مردم در صف اول حضور در صحنه است. نکته آقای مزاری که از آقای بهزاد پرسیدم، میخوام شما هم رویش اشاره بکنین. یک مقوله است که بیشتر ناظران باور دارن که در ایران یا باید سفید باشی یا سیاه، خاکستری در کار نیست. و نکته دیگری که از همه ملت خواست تا در صحنه انتخابات حضور داشته باشن، حتی از کسایی که مخالف با نظام هستن. میخوام بدونم که پس از انتخابات هم واقعا سهم بر این مردم داده میشود؟ قطعاً در ایران اونطوری که شما میگین یا سیاه یا سفید وجود داره و بین دو تا رنگ دیگر رنگی وجود نداره، یک چنین چیزی نیست. این برداشت شما هست و قطعاً در ایران حالا این باور بیشتر از مردمایی هستند که اهل ایران هستن اما بیرون از مرز ایران زندگی میکنن. خب اینا مخالفین نظام هستن، از اونا زیاد گلایه هم نیست، ولی شما به صورت واقعی اگر در رابطه با مسائل ایران نگاه منصفانه داشته باشین، شرایطی که در ایران چی در گذشته حاکمیت داشته و چی در شرایط فعلی وجود داره، هم سفیدها خوب به گفته شما که حضور جدی دارن، سیاهایش هم هست و وسط از این خاکستر رنگهایش هم به هر حال حضور داشته و نهایت امر طبیعی است که در هر کشور و نظامی خط قرمزهایی وجود داره، باید این خط قرمزها بالاخره در نظر گرفته شود و اگر خطوط قرمز به خصوص امنیت ملی هر کشور در نظر گرفته شود، هر جریانی، هر طیفی، هر گروه کتله میتونه در صحنه حضور داشته باشه و نقش ایفا بکنه. ممنون شما آقای مرتضوی. میخوایم بدانم از شما دقیقاً برلاوی که در باب انتخابات یک نگاه کلی بندازین و در میان این دو جبهه اصلی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هم اگر بروندگان معلومات بدین که واقعا در چه وضعی هستند. بسیار تشکر. با سلام و احترام خدمت بینندگان محترم تلویزیون. ببینید، بحث مشارکت در ایران و چیزی که به عنوان حماسه سیاسی ازش یاد میشه، در وقت بررسی کنه مشارکت مردم در انتخابات در کشورهای دیگه، شوروی سابق یک از کشورهایی بود که 100% مردم در او در انتخابات شرکت میکرد. دلیلش بود که در شناسنامه های مردم یک مهر زده میشد و باید مشخص میشد که کیا در انتخابات شرکت کرده و کیا شرکت نکرده. در جمهوری اسلامی ایران هم هر که در انتخابات شرکت میکنه باید در شناسنامه‌اش یک مهر زده شود. بله. و ملاک استخدام در کار، در اداره، در تمام کارهای اداری، حتی شما اگه بخواید به یک اداره مراجعه کنید برای یک کار بسیار عادی، اگه در شناسنامه شما مهر انتخابات بود با شما یک برخورد درست میشه، اگه نبود برخورد درست نمیشه. بنابراین همه مشارکت حماسه سیاسی نیست، یعنی بخشش فضای تحمیلی است که یک شهروند مجبور میکنه که باید این مهر در شناسنامه‌اش یعنی باشد، در غیر او امکان داره با مشکل مواجه شود. این است که حق رأی دادن به عنوان حق نیست، یک تکلیف است. ببینید، انتخابات درست بسیاری از روحانیون که در ایران است به عنوان یک تکلیف یا فریضه مطرح میکنه، ولی یک فضای اجباری هست بر شما. مثلا شما اگه به عنوان یک شهروند عادی باشید و سر و کار با اداره های دولتی داشته باشید، در شناسنامه شما مهر انتخابات زده نشده باشد، شما با در هر اداره مراجعه کنین یا به ضد انقلاب به شما نگاه میکنن یا کسی که مخالف نظام هستن یا مخالف انتخابات و دستورات رهبری. بنابراین یک بخش از مشارکت ناشی از این فضا هست، به ما خاطر است که در انتخابات ایران مثل شوروی سابق میزان مشارکت بالا هست. ولی بخش دیگه‌ش بستگی به فضای سیاسی ایران هم داره. وقتی تمام جناح‌های سیاسی ایران مردم دعوت میکنه و کاندیدا داره،
قطعا یک فضای خوب و پرشور ایجاد میشه که در انتخابات هم قطعا فضا کمی مناسب است. ولی چیزی که فعلا در صفبندی ها مطرح است، ما فکر میکنیم که جمهوری اسلامی ایران هم از نظر داخلی و هم از نظر بین المللی نیاز دارد که باید از یک فضای که فعلا در جمهوری اسلامی ایران حاکم هست باید عبور کند. این فضای موجود که در زمان حکومت آقای احمدی نژاد خلق شده هم برای ایران نفسگیر هست و خسته کننده و هم دنیا این فضا را نمیپذیره. بسیار تشکر. بگذارید آقای هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه از کانادا روی خط هستند. آقای حسنیاری سلام مجدد بر شما. سلام عرض می‌کنم. از شروع بحث تا کنون چند موضوع از مهمترین و برازنده‌ترین اصول اینجا اشاره شد. یکی این که آقای بهزاد گفتند از چند لایه بودن مشکلات و وضعی که در ایران است دشوار است حد زد و قضاوت کرد که چه چیزی در انتخابات شکل خواهد گرفت. و این طرف دیگر آقای مزاری گفتن در ایران به همه سلایق آلا حق داده میشه و سپرده میشن و این واقعا خلق انباسه سیاسی است. و آقای مرتضی گفتن رای دادن بدین معنا نیست که واقعا خلق انباسه سیاسی است و مردم با شور نشاط میرن. در بعض از مواقع و در برخی از جایها این بگونی جبر است. دیدگاهتان چی است از این مثلثی که آلا شکل گرفته؟ من کاملا با تحلیل آخرین مهمان گرامی شما موافق هستم، به خاطر اینکه زمانی که آقای خامنه‌ای اعلام میکنه که رأی دادن به در انتخابات ریاست جمهوری رأی تأیید نظام است، این نشان دهنده این هست که در نتیجه آقای خامنه‌ای به دنبال مشروعیت برای شخص خود هست. یک. دوم اینکه به نکته‌ای که شما به طور خیلی گذرا اشاره کردین به نظر من اساسی است. در ایران روحانیون دولتی و همینطور رهبر جمهوری اسلامی ایران اینها اعلام می‌کنند که رأی دادن یک تکلیف شرعی و دینی است. معناش این هست که حق شهروندی رو برای مردم قائل نیستند و یک امر زمینی که انتخابات هست رو وصل می‌کنند به امر الهی، که به اعتقاد من این درست نیست به خاطر اینکه مردم رو تحت فشار قرار میدن از این نظر. مورد سومی که بایستی آقای حسنیاری در همین جا نظر آقای مزاری بگیریم، سریع برمیگردیم به شما. شما شنیدید که دادن رای تنها بدین معنی نیست که ما در جستجوی خلق حماسه سیاسی باشیم، این بدین معناست که رهبری میخواد به خودش مشروعیت ببخشه و به قول آقای مرتضوی این جبر است رای دادن. نگاه شما چه است؟ نگاه درست قطعا نیست، به خاطر که انتخابات در جمهوری اسلامی چندین دوره است که به هر حال برگزار میشه و هم حق شهروندی هست و هم در یک کشور اسلامی و اصولا از نگاه فرهنگ و اعتقاد اسلامی همونطور که شما گفتین تکلیف هم هست، مسئولیت اسلامی است، مسئولیت انسانی است که به هر حال هر شهروند ایرانی باید وارد صحنه شوند. مشروعیت رهبری دست مردم نیست از نگاه مسائل دینی و مذهبی، بلکه ممکنه مقبولیت رهبری و همینطور مقبولیت خود نظام توسط مردم صورت بگیره که قطعاً حضور مردم حضور جدی هست و ضرور هم هست و بحث جبر هم اینجا به هیچ وجه مطرح نیست، چنانچه که آقای مرتضوی عنوان کردن، به خاطر که اگر بحث جبر در انتخابات مطرح باشه و اونطوری که ایشان گفتن اگر در شناسنامهشان مهری نباشه در آینده با مشکلات مواجه میشه، شما حضور میلیونی و ده ها میلیونی مردم در بسیاری از تظاهرات ها اینه چه رقم به اصطلاح تفسیر میکنین؟ وقتی رهبر جمهوری اسلامی حضرت امام خامنه ای در یک شهر مسافرت میره، میلیون ها نفر بالاخره در به استقبالش میره، شما اینه چه تفسیر میکنین؟ این هم بالاخره بر اساس به اصطلاح شناسنامه صورت میگیره. آیا اونجا هم به شناسنامه از اینا مهر میزنه که اگر کسی به استقبال رهبر نبیاید؟ یا مثلا تظاهرات نوع جدی که در سال 88 صورت گرفت و بیش از 10 میلیون نفر در
تنها در تهران حضور در صحنه رساندن و از نظام حمایت کرد و همینطور در سایر ولایات ایران که میلیون ها نفر اینا را بالاخره دوستا چی تفسیر میکنه؟ این هم میتونه جبر باشه؟ من فکر میکنم که بپرسم. آقای حسنیاری، شما صحبت‌های آقای مزایی را شنیدید که این جبر نیست رأی دادن. مردم به ده‌ها میلیون نفر بعض از مواقع نیاز پیدا میکنن، میرن استقبال میکنن. نظرتان چه است؟ از زمانی که ایشون اشاره میکنن از آقای خامنه‌ای به عنوان حضرت امام خامنه‌ای یاد میکنن، خب این اساساً به خط فکری ایشون رو، خط مشی سیاسی ایشون و ایدئولوژیک ایشون رو نشون میده. در جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای رو به عنوان مقام معظم رهبری ازش یاد میکنن و نه امام خامنه ای. خب این نشان میدهد که آقای مزاری روش دیگری دارن. در مورد این که زمانی که رهبر به شهرهای مختلف میره استقبال میشه، خب ما میدونیم که این استقبال به چه شکلی است. اتوبوس ها رو پر میکنن از شهرهای مختلف، دانش آموزان، اداره ها، اینها همه مجبور هستند که در این تظاهرات به نفع رهبر شرکت بکنن و همه چیز ما در ایران مهندسی شده است. شما ببینین، کافی است که یک بار جمهوری اسلامی ایران، اگر که حرف آقای مزاری صحت داره، اعلام بکنه که هر کسی میتونه بیرون بره تظاهرات بکنه به نفع هر کسی که میخواد و بعد اون زمان خواهیم دید. در مورد اون 10 میلیونی که اینو ایشون اشاره کردن، ببینین، از نظر من استاد دانشگاه هستم، اگر دانشجویی در تکلیفی که ارائه میده بنویسه 10 میلیون، خب من منبع این 10 میلیون رو میخوام، از کجا این 10 میلیون تعیین شده و یا 1 میلیون و یا هر چیز دیگری. اینها حرفایی است که دقیقاً جمهوری اسلامی ایران میزنه و متاسفانه چهره بسیار زشتی از ایران در جامعه جهانی نشون داده و انقلابی رو که میتونست تحول عظیمی در ایران و در جهان به وجود بیاره به چنان خفت و خاری انداختن که رهبر جمهوری اسلامی ایران مجبور میشه در آخرین لحظات این انتخابات اعلام بکنه که اگر نظام رو هم قبول ندارین، لااقل برای دفاع از ایران رأی بدین. معناش این هست که رهبر جمهوری اسلامی ایران حداقل این امکان رو در نظر گرفته که کسانی که رأی میدهند و یا خواستار تحریم رأی هستند، اینها کسانی نیستند که موافق نظام هستند. حرف مهم این هست که در جمهوری اسلامی ایران این دایره‌ای که حلقه‌ای که به دور رهبر زده شده هر روز تنگتر میشه. آقای مزاری اشاره میکنن که کسانی که مخالف هستن، خب اینها بعد عددی به حساب نمیان. آیا مهندسی کردن انتخابات اخیر با کنار گذاشتن افرادی نظیر هاشمی رفسنجانی که از نزدیکان آقای خمینی بوده و یکی از کسانی بوده که در به قدرت رسیدن آقای حسنیاری به عنوان رهبر فعالیت اساسی داشته، این رو به چه شکلی میشه سپاسگزار از شما. آقای بیزاد، از لابلای این حرف ها تحلیل شما چه است؟ باید بین این دو تحلیل یک جمع کرد. واقعیت ایست که نظامی که فعلا تحت رهبری آقای خامنه ای هست بی کس نیست در ایران، یعنی یک پایگاه تعریف شده اجتماعی داره، یعنی یک تعداد مشخص هوادار داره. اما اینگونه نیست که تمام مردم ایران مطلق پشت سر رهبری، پشت سر نظام و پشت سر خواستهای آقای خامنه ای باشن. واقعیت ایست که چون در ایران رسانه های آزاد نیست، خب یعنی تکلیف اونایی که در پشت آقای خامنه ای نیست چه میشه بالاخره؟ من میره میخوام بگم چون در اونجا رسانه های آزاد نیست، در اجتماع و اجتماعات عموما توسط حکومت سازماندهی میشه، طرفداران حکومت مجال دارن برای اینکه همون چیزی که جناب آقای مزاری گفتن که مانور برگزار بکنن و خود را نشان بدن. بله، واقعیت هست که در تظاهرات ها صدها هزار نفر حضور پیدا میکنن و بیعت میکنن با رهبری و حمایت میکنن از رهبری. اما در آن سوی دیگر ماجرا، کسانی که منتقد نظام هستند، کسانی که به هر دلیل، و این طیف بسیار گسترده هم هست، یعنی طیف منتقدین در یک طرفش مذهبی ترین لایه های اجتماع هستند، یعنی مقلدین مراجع نواندیش شیعه، مانند مثلا بیوت مراجع اعظام مثل آیت الله، مرحوم آیت الله منتظری، آیاتی که فعلا هستن، آیت الله صانعی، آیت الله بیات، اینها مراجعی که با حکومت زاویه دارند.
اینها مذهبی ترین بخش منتقدین نظام هستند، در طرف دیگرش سکولار ترین بخش ها هستند که اصولا با نظام مخالف هستند. و آقای خامنه ای هم در آخرین سخنرانی خود موجودیت اینها را به نوعی به رسمیت شناخت و گفت اگر نظام را هم قبول ندارید بیایید به خاطر ایران رأی بدید. از این جهت هست که بخش منتقد مجال برای خودنمایی ندارد در یک صحنه. اگر مشخصا چون این چیزی بارها تکرار شده، مردم هم میدونه که یعنی همه کس طرفدار نیست، بالاخره اون طرف یک طرفدار نیست، در این انتخابات سهمشون چه خواهد بود؟ ببینید چیزی که فعلا در فضای مجازی یعنی در سایت های خبری منعکس شده نشان میده که بخش منتقد به امید یک تغییر در سیاست های حاکم بر ایران تمام تلاش خود را کرده که رای دهندگان خود را حضور اصلاح طلبان چقدر میتوند درد این مردم را دوا کنه؟ یعنی اگر به قدرت برسن، یعنی منظور شما نیست که آقای حسن روحانی رئیس جمهور شده؟ بر فرض گیریم اگر این چهره بتونه روی کار بیاید، آیا میتونه درد این مردم را دوا بکنه؟ ببینید در ایران یک بخشی از عمده صلاحیت ها نزد رهبری هست، یعنی رهبری هست که فرمانده کل قوا هست، رهبری هست که در سیاست گذاری های کلان دخیل هست، حتی در عزل و نصب های اداری رهبری دست باز داره. خب چون این جو فضایی را شما چی برش میگید؟ اما اگر مجال فراهم شود که اصلاح طلبان روی کار بیایند قطعا تأثیر گذار خواهد بود. به عنوان نمونه چیزی که با افغانستان ارتباط داره من میخوام اشاره بکنم. در زمانی که جامعه جهانی در افغانستان مداخله کرد و حکومت طالبان را سقوط داد، در ایران یک حکومت اصلاح طلب به رهبری آقای خاتمی بود. بعداً افشا شد که ایرانی‌ها علارغم شعارهای رسمی با آمریکایی‌ها در مأموریتشان در افغانستان همراهی کردند و همکاری کردند. و آقای رفسنجانی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران به صراحت گفت که اگر ما با آمریکا همکاری نمی‌کردیم در قضیه سقوط دادن طالبان، آمریکایی‌ها با مشکلات زیادی مواجه می‌شدند. اما 8 سال حکومت احمدی نژاد دیدیم که در سر قضیه افغانستان هم تاثیرات نامطلوبی بر جا گذاشت. خب بحث این که در سیاست خارجی پس از انتخابات چه مسائلش در افغانستان هم مشمول این بحث ما است. فکر می‌کنید آیا حتی نگاه کوچکترم به خاطر پیروزی اصلاح طلبان شما می‌بینید؟ من فکر می‌کنم که اگر انتخابات ایران با کمال امانت برگزار شود و دخل و تصرفی در آرای مردم صورت نگیره، از وضعیت موجود نشان میده که آقای روحانی باید برنده انتخابات باشد. آقای مزاری، دیدگاهتون چه است در این مورد؟ برای ما فرق نمیکنه که در ایران کی و با چی پسوند پیروز شوه، چی اصلاح طلب باشه، چی اصولگرا باشه، هر کدام اینا که پیروز شوه برای خودشان نظام جمهوری اسلامی ایران یک استراتژی داره که هر رئیس جمهور و کابینش باید مطابق اون استراتژی و مطابق قانون اساسیش عمل بکنه. ولی فکر نمی‌کنید مشکلات ایران بیشتر از پیش بسازه؟ شما در جریان دور دوم حکومت آقای احمدی نژاد تنش‌های را میان رهبری و ریاست جمهوری دیدین، حالا اگر این طور شود که از اصلاح طلبان کس پیروز شود این تنش‌ها بیشتر نشود نمی‌شه؟ فکر نمی‌کنم، ممکنه در تاکتیک‌ها بالاخره تغییرات وجود داشته باشه و قطعا جمهوری اسلامی ایران و رهبری نسبت به گذشته به مراتب تجربیات متفاوتی به دست آورده که میتونه شرایط ایران در آینده به مراتب بهتر از گذشته رهبری و مدیریت بکنه. ولی خب طبیعی است که چه اصلاح طلب به وجود بیاید و چه اصولگرا، در مجموع امروز جمهوری اسلامی ایران در معرض تحریم‌های گسترده کشورهای غربی است، در معرض فشارهای مختلف است که این فشارها و تحریم‌ها خدمت شما عرض شود که به خاطر بحث هسته‌ای نیست. این بحث هسته‌ای یک بحث گمراه کننده است. مطمئناً امروز اگر ایران بحث هسته‌ای خود کنار بگذاره، آمریکا بلافاصله بحث حقوق بشر را مطرح می‌کنه، آمریکا بلافاصله بحث حقوق اقلیت‌ها را مطرح می‌کنه، یک بهانه گیر میاره برای درهمکوبی این نظام. این نظام به این خاطر در معرض فشار هست، حالا چه اصلاح طلب به وجود بیاد چه اصولگرا پیروز شوه، به خاطر اون تفکر است که نظام. آقای مرتضوی یک نکته را در باب اصولگرایان به صراحت اعلان کردند که
اصولگرایان بیشتر سیاست‌های خصمانه داشته، هم در قبال ملت هم در حالا بحث فراملی خودشان. این گونه که شما میگویید هر کی روی کار بیاید تفاوت شکل نمیگیره، کاملا در تضاد است این مسئله. در تضاد بله، با نظر آقای مرتضی 100% در تضاد است، به خاطر که ایشان بالاخره اون چیزی واقعی که بالاخره مطرح است مطرح نمیشه. خدمت شما شود که ببینید در ایران هم در گذشته ما حاکمیت اصلاح طلبها را تجربهش داشتیم. آقای خاتمی 8 سال حضور داشته و هم غیر اصلاح طلبها به گفته شما اصولگراها. هر دوی این طیف و هر دوی این دسته حاکمیت ملی ایران برایشون خیلی مهم است. خطوط قرمز این نظام برایشون مهم است. هر دو طرف این کشور و این جغرافیا را بالاخره مال خودشان میدانند و قطعا مخالف هر قدرت و هر کشوری که بالاخره علیه اینا مشکل ایجاد بکنه هستند. ولی یک نکته را میخوایم اشاره بکنم. از طرف رهبری در جریان مناظره های انتخاباتی حرف های سر صدا بلند کرد. از طرف مقام رهبری گفته شد که در میان این نامزدها حرف های در جریان مبارزات گفته شده که اکنون به مصلحت نظام نیست، اما پس از انتخابات ما به آن اشاره خواهم کرد. این گونه نشان میده که نوع فکر و نگاه این کاندیدا خیلی در تضاد است با رهبری. خب حتی با مصلحت ایران فکر نکنم که خیلی در تضاد باشه. اونجا در مناظرات ممکن است برخی مطالبی برخلاف امنیت ملی اونجا انعکاس داده شده باشه، حالا خب بحث مناظره است، ولی مطمئناً چی آقای روحانی چی یکی از این 4 نفر هر کدام اینا که در رأس حکومت و دولت قرار بگیره، اینا مطمئناً موظف هستند که از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروی بکنن. سپاسگزار آقای مزی. آقای بیزاد، در بود سیاست خارجی حال اگر پرسش های ما را آغاز بکنیم، فکر میکنید بهار در انتظار ایران خواهد بود یا یک تابستان سوزان؟ حالا با این معادله که شکل گرفته، هیچ یک از این نامزدها چندان نرمش از خودش در باب سیاست خارجی نشان نداده. چه سر روش رقم خواهد خورد برای ایران؟ من فکر نمی کنم که همه نامزدهای موجود، یعنی هر 6 نفر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در باب سیاست خارجی موازی همسان و همگونی داشته باشند، بلکه بسیار تفاوت وجود دارد. مثلا میان موازی و سیاست های آقای حسن روحانی که قبلا دبیر شورای امنیت ملی ایران بود با آقای جلیلی که دبیر فعلی شورای امنیت ملی ایران هست، تفاوت 180 درجه ای هست. ولی این نکته را فراموش نکنیم که همه از یک چشم سیراب میشن. مقام رهبری حتی بعضی از ناظران بر این باور هستند تا زمانی که ما انتخابات رهبری نداشته باشیم، این انتخابات ریاست جمهوری نمیتونه تغییر واضحی بیاره. من پیشتر اشاره کردم که او منابع اصلی قدرت در اختیار رهبری در ایران هست، اما بخواهیم نخواهیم مجریان میتونن که تاثیرگذار باشن بر جهتگیری ها، خصوصا میزان رأی که احتمالاً نامزد اصلاح طلبان در انتخابات کمایی بکنه. اگر یک رأی قوی و قاطع باشه، سر سیاست‌های رهبری یعنی آقای خامنه‌ای هم تاثیرگذار خواهد بود. ببینید در زمانی که اصلاح طلبان روی کار بودن، دولت آقای خاتمی بود، آقای حسن روحانی مسئول مذاکرات هسته‌ای با کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بود. در اونجا آقای روحانی و تیم اصلاح طلبان جلو تحریم ایران را گرفتند، یعنی به نوعی جلو رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد را گرفتند. و بعداً آقای خامنه ای در طول 8 سال اخیر همواره از سیاست های حسن روحانی به عنوان سیاست های شاه سلطان حسینی نام برده، یعنی اشاره به آخرین پادشاه صفویه که در برابر افغان ها تسلیم شد. یعنی به نوعی آقای خامنه ای جهتگیری خود را مشخص کرده بود. نگاه آقای خامنه ای به پیروزی یکی از اصولگرایان هست که همین گفتمان فعلی که به نام گفتمان مقاومت یاد میشه این ادامه پیدا بکنه. در صورتی که اصلاح طلبها بتانند که با یک رأی قاطع و قوی برنده شوند، آقای خامنه ای چاره نخواهد داشت جز اینکه در سیاست خارجی جانب اصلاح طلبان را ببیند و به نوعی عقب نشینی بکنه از موازی رادیکال فعلی. بسیار سپاسگزار. آقای علی صدرزاده از کانادا با ما روی خط هستند. آقای صدرزاده سلام بر شما. سلام بر شما. اگر اجازه بدید تصحیح بکنم، من از آلمان با شما هستم. پوزش می‌خوایم. آقای علی صدرزاده از آلمان.
ما تا کنون بحث کردیم مهمانان ما دیدگاه ها تقریبا از یک خط فکری نیست، هر کس دیدگاه متضاد دارن. برفرض با چند مسئله مهمش من اشاره میکنم. یکی این که واقعا در ایران مردم با شور و نشاط پای صندوق های رای رفتن و واقعا در جستجو یافتن خلق عماسه سیاسی هست، ولی مهمان دیگر ما اشاره میکند که نه، این چنین نیست، این واقعا یک تکلیف است، یک جبر است بالای مردم که میرن پای صندوق های رای. در حقیقت این مشروعیت بخشیدن به خود رهبری است. میخوایم مشخصا دیدگاه شما را بفهمم که انتخابات در ایران چرا ونده را تا کنون تای کرده و تای خواهد کرد. تا این لحظه‌ای که ما میبینیم ظاهرا شرکت مردم بیشتر از اون چیزایی بوده که، یعنی تعدادشون بیشتر از اونی بوده که طرفداران ترهیم به اصطلاح مایل بودن. این که چرا حالا بیشتر رفتن، حالا نمیدونیم 60% برن یا 70% برن پای انتخابات، پای رای دادن، این که چرا رفتن دلایل زیادی داره، یعنی یک دلیل واحد نیست. یک دلیلش برای دی هست که احتمالاً به خاطر اینکه مسائل شغلی دارن، گرفتاری هایی دارن که میدونن حتما باید مهرهایی توی شناسنامه هاشون بره. ادی هم امید دارن که با آمدن آقای روحانی جلوی اضمحلال بیشتر جامعه رو بگیرن. ادعی هم میخواهن که، به خصوص طرفداران آقای احمدی نژاد، میخوان که با انتخاب احتمالاً آقای جلیلی سعی کنن که این خط تاب کنونی رو ادامه بدن. آقای صدرزاده، ما پوزش میخواییم به خاطر مداخله، اما مشخصا اگر بگوین مردم انتظاراتشان از این انتخابات چی است و طوری که میدونید این انتخابات جایگاه خیلی حیاتی و مهم به خاطر فردای ایران داره، آیا این انتخابات میتونه گره گشای این گره کور بخصوص اقتصاد و تحریم های این مسائل باشه و مردم میتونه به امیال آرزوهای خودشان دست پیدا کنه؟ حرف شما درست است که آرزوهای مردم، انگیزه های مردم برای رفتن به انتخابات در حقیقت مشکلات اقتصادی است که خیلی خیلی شدید روزمره گریبان مردم رو گرفته. ولی اینکه کاندیداها بتوانند، من در اون شک دارم، چون در مناظره های تلویزیونی که این 8 کاندیدا بعداً تبدیل شد به 6 کاندیدا اینها اعلام کردند، من برنامه مشخصی ندیدم. مقداری شعار بود، مقداری امید دادن بود، ولی اینکه چگونه میخوان از به اصطلاح شر این تحریم رها بشن، چون به هر حال این تحریم مشکل اصلی این مسائل اقتصادی است، اینکه چطوری میخوان این مسئله رو حل کنن، ما برنامه‌ای ندیدیم، برنامه‌ای ندارن، نمیتونن هم داشته باشن، چون حل مشکل مسئله هسته‌ای ایران یا مناقشات ایران با جهان غرب در اختیار رئیس جمهور نیست، در اختیار رهبر انقلابه. و اونجوری که معلوم میشه ایشون هم خواستش حل این مسئله به صورتی که جامعه جهانی بخواد نیست. بنابراین من فکر میکنم که این مشکلات اقتصادی هم کما فی السابق ادامه پیدا خواهد کرد. و آقای مسعود ترشتوال تازه به ما پیوستن در آخر برنامه، اما بگذارید مشخصا از ایشان هم دیدگاهشان در باب انتخابات بشنویم که این انتخابات، ما که بحث فراوان کردیم، بعضی ها باور داشتن که این انتخابات میتونه حداقل مردم را بکشانه به ساحل نجات، اما بعضی دیدگاه دیگه هم وجود داره که هیچ گونه رنگ بوی تازه را ایران شاهدش نخواهد بود. مشخصا دیدگاه شما چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب و احترام دارم به اساتید حاضر در بس و همینطور عذرخواهی میکنم از بابتی که از فاصله دورتری آمدیم نرسیدیم، عذرخواهی میکنم. خب بس ایران را حتما در مورد انتخاباتش اساتید صحبت کردن از دو زاویه، که بحث شکلی قضیه قابل توجه است و یک بودی محتوایی موضوع. انتخابات در ایران به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب برمیگرده، یک سابقه 97 ساله انتخابات در ایران داره که از زمان مظفرالدین شاه قاجار و بعد مشروطیت و اینها مطرح میشه با مجلس موقت، و به خصوص بحثی که امروز مطرح است بحث انتخابات هست بعد از انقلاب اسلامی یا نظام جمهوری اسلامی ایران، که ما شاید هم اساسی ترین بحثش ده همون رفراندوم یا همه پروسی ابتدای انقلاب را داشتیم. خب چون وقت خیلی کم اجازه است، من پوزش میخوایم اگر مشخصا به انتخاباتی که امروز هست برگردیم. میاییم
این انتخابات امروز هم ادامه همین مسیر بوده با ویژگی‌های متفاوت‌تری از انتخابات قبل از خودش و همینطور انتخابات پیشین‌تر. اما نکته قابل توجه در این انتخابات بعد از سه تا محور بسیار مشخص است. یکی این که برای اولین باری است که رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران یک بحثی را مطرح کردند که تازه افکار را به اوائل انقلاب هم یک بار بردن که بحثی مطرح شد از طرف ملی مذهبی ها که آیا ایران به خاطر اسلام مطرح است یا اسلام به خاطر ایران، و این بار به خاطر نجات ایران از تمام کسانی که حتی با نظام هم مخالفت داشتن، از اونا خواستن که پای صندوق‌های رای بیان به منظور کاهش فشارهای بین‌المللی و تثبیت جایگاهی بیشتر از پیش نظام ایران در سطح منطقه و جهان. یک نکته برجسته‌تر بود. نکته دوم هم این بار جهت‌گیری‌ها بسیار مشخص‌تر بود نسبت به گذشته، به خصوص در چند تا محور بسیار کلیدی که از چهره ها و شخصیت های سلسله روحانیت ایران بود و همینطور شخصیت های تاثیرگذار مثل آقای رفسنجانی و اینها که کاندیدای مورد نظر خودشان را اعلام کردند و ازشان با ویژگی هایی که بهشان برشمردن اعلام حمایت از اینشان کردند. نکته دیگر این بود که آقای حیدر مصلحی که در آخرین اظهاراتش وزیر اطلاعات ایران هر چی که بعد از انتخابات اتفاق بیفته او را یک حرکت اطلاعاتی و متعلق به اطلاعات ندانست و گفت مربوط میشه به نیروی انتظامی که باید جدا نظارت. همین سوال پرسیدیم از شما هم بپرسیم که برای نخستین بار در تاریخ انتخابات ایران از سوی مقام رهبری نه با دلبستگان نظام بلکه با دلبستگان حالا خود کشورشان ایران حرف داشته. حالا سوال اساسی را که میخوایم بپرسم این است که به همین دلبستگان ایران چقدر نقش در پس انتخابات سپرده خواهد شد؟ اتفاقا صحبتی که رهبری ایران داشتن در شاه بیت یکی از شعارهای انتخابات یکی از آن نامزدهایی بود آقای دکتر ولایتی که با 16 سال وزارت خارجه و 16 سال مشاورت عالی رهبری ایران در امور بین الملل که بحث هویت ایرانی اسلامی را مطرح کرد که هم بحث ایران برای ما مهم است و هم بحث اسلام که میتونه اندک از نظر ادبیات سیاسی هم قدر نشانگر این باشه که دیدگاهی نزدیکتر به ایشان هم وجود داره. ولی به هر حال این نکته قابل توجه و شاید اساسی ترین ممیزه این انتخابات با انتخابات های قبل خودش باشه که واقعا از تمامی شهروندان ایران در داخل و خارج از کشوری خواسته شد که حتی شما اگر به نظام هم علاقمند نیستین ولی به ایران علاقمندی نشان بدین. ما فکر میکنیم که یک نوع دیپلماسی فعالتری میشه ازش تعریف کرد که واقعا اون بحث ملی‌گرایی را مطرح بکنه، بحث پایبندی و تعهد به کشور را که میتونه حداقل یک وضعیت جدید در انتخابات رقم بزنه و تا خیلی افراد هم به پای صندوق‌های رای بیان، آنچه که ظاهرا در گذشته چنین چیزی وجود نداشت. مثلی در باب سیاست خارجی ایران آنطور که میدانید تحریم‌ها پا بسیار بگونه سنگین بر گلوی اقتصاد مردم ایران گذاشته، سرنوشت چگونه خواهد شد؟ ببینید چیزی را که آقای حسینی مزاری صحبت کردن گفتن که هر کدام از کاندیدا پیروشوه فرق نمیکنه، به نظر ما فرق بسیار جدی و اساسی داره. در زمانی که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور ایران بود تمام سفرهای کشورهای اروپایی در ایران حضور داشتند، ولی شما امروز میبینید که ایرانیانی که در کانادا هستن رای داده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که نمایندگی ایران در اونجا فعال نیست. تعداد زیادی از کشورهای دیگه هم روابطش بسیار در سطح پایین قرار داره. بنابراین برداشت ما این است که پیروزی اصلاح طلبان هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی یک فرصت بسیار قوی را برای ایران فراهم میکنه. شما چهره آقای محمد خاتمی را در سطح بین المللی اگه نگاه کنین یک چهره متفاوت از سایر رهبران ایران با او دیده میشه. ممنون شما. و آقای بیزاد به عنوان آخرین پرسش، حالا این انتخابات چقدر میتونه بر کشور افغانستان تاثیرات خودش داشته باشه؟ شما از آخرین رویداد آگاه شدین که از طرف ایران بعضی از طالبان فرا خوانده شده به خاطر حالا شاید هم پس از 2014 پل ارتباطی میان انتخابات ایران و افغانستان اگر کوتاه در یک دقیقه بگوین چه خواهد بود؟ ببینید اول باید به این نکته باید توجه بکنیم که ما انتظار یک تحول عاجل را نباید داشته باشیم. تحول در ایران تدریجی است، همچنان که اصلاح طلبان گفتن که ما معتقد به سیاست گام به گام هستیم و با توجه به این که منابع اصلی قدرت در اختیار رهبری است که همچنان ثابت هست، آقای خامنه ای بوده و همچنان هست.
اما توجه داشته باشیم که سیاست اصلاح طلبانه هر اندازه که مورد قبول بیشتر جامعه ایران باشه، سر سیاست‌های مراکز امنیتی و نظامی که با آیت الله خامنه ای نزدیک هستند تاثیرگذار خواهد بود. روابط ایران هر اندازه که با غرب، یعنی با متحدین افغانستان خصوصا ایالات متحده آمریکا و ناتو نزدیکتر شوه و تنش زدایی شوه، تاثیرات مثبتش را ما در افغانستان شاهد هستیم. و نکته آخری که من می‌خوام بگم، حتی پیروزی اصلاح طلبان میتونه که روی حوزه تمدنی ما که مسئله زبان فارسی هست بسیار تاثیرگذار باشه. در سالهایی که آقای احمدی نژاد بود، بازار نشر کتاب در ایران با یک رکود بسیار وحشتناک مواجه شد و در افغانستان که ما تعداد زیادی از کتابخانه های ما، مراکز تحصیلات عالی ما کتاب از ایران وارد میکنه، با تنگناهای مواجه شد. ممنون شما و سپاسگزار از همه شما بینندگان عزیز که در طول برنامه با ما بودید. شب و روز بر همه ایتان خوش. خدا نگهدار.